با سلام و درود فرمان به شما بینندگان عزیز، انشالله که خوب و خوش و سلامت هستید. حال ما هم خوبه. امروز من قرصامو خوردم ولی مثل که علیرضا هنوز قرصاشو نخورده. خوب هستی شما؟ همه چی خوبه؟ همه چی خوبه؟ همه چی گفتم قرصاشو نخورده دیگه، اگه خورده بودم چه پرابلمایی پیش نمیومد. شما چطورین؟ خدا رو شکر. زندگی آرومه؟ خوبه؟ همه چی خوبه؟ همه چی خوب پیش میره؟ کارا استودیوتون حاضره؟ ردی؟ همه چی عالیه؟ چون مرتب دوستان از من میپرسن که این برنامه آقای امیر قاسمی که اینقدر صحبتش همه جا هست و شنیدیم که یه استودیو بسیار زیبایی درست کردن، کی قراره شروع بشه؟ گفتم والا از من نپرسید، تو رو خدا از خودشون سوال کنید، خودشون بیشتر اینفورمیشن میتونن به شما بدن. ما برنامه ریزیمون این هستش که با سال 2012 این برنامه رو آغاز بکنیم. Beautiful. و این صحبتی بودش و این برنامه ریزی که برای برنامه کانتکت شده است و نظرمون دسامبر بود، ولی میدونم که کوروش میبینم زیاد روی فیسبوک این روزها با طرفدارا و بیننده ها در تماس هستش، قول دسامبر رو داده بوده به خیلی ها، ولی فکر کنم ژانویه 2012 وقت خیلی خوبی هستش برای که این برنامه بتونه آغاز بشه. شما سال نو چیکار میکنید؟ ما سال نو قراره که یه برنامه خوبی رو سپری کنیم. نه یعنی جایی دارید میرید یا در؟ حتما جایی میریم. حتما. در شهر هستید یا در خارج شهر هستید؟ در شهر هستم. اوکی. آره در شهر هستم. خواستم ببینم چیکار می‌کنید. در شهر هستم. حتما یه برنامه‌ریزی می‌کنیم. شما دوست دارید که سال نو بیایم بیرون از خونه؟ فرقی نمی‌کنه، مسئله دور هم بودن. آره اونش به نظر من اصلا مهم نیست. منزلشو چراغونی کرده بود، بهش گفتم زیباست برای اینکه بیایم اونجا سال نو رو بگیریم. یکی از دوستان گفت نه باید بریم برنامه دیگه جای دیگه است. آره حالا منتظریم ببینیم که بالاخره چی پیش میاد. هر چی پیش بیاد بالاخره خوبه دیگه، چون میگن که آدم وقتی سال نو رو فرقی نمیکنه سال نو اینجا باشه یا نوروز خودمون باشه، میگن وقتی سال نو رو شروع کنید با اینکه دوستانتون در اطرافتون باشن، فامیلتون باشه، با خنده و شوخی اونا شروع کنید، تمام اون سال رو همیشه لبخند روی لبتون هست و میخندید. درسته. و من به این خیلی عقیده دارم. صد و یادتی که من همیشه میگم وقتی نوروز میخواد بشه من همه چراغای خونه باید روشن بشه، فرق نمیکنه هر ساعتی که باشه. اینا همش عقیده است و آدم فکر میکنه که اینا باعث میشه که آدم یه حالت مثبتی هم داشته باشه. سال نو چراغا رو خاموش میکنن آمریکا. مال ما برعکس، مال ما همه چراغا روشن میکنیم، سال نو تو آمریکا همه چراغا خاموش میکنن، ما روشن میکنیم. آره دیدی دیگه، والله به خدا. آره ولی قشنگه، یعنی از حالا که نگاه میکنیم معذرت میخوام برای میبینی که مردم از حالا اون شروع حال خرید و کادو اینا شروع شده، دوباره مالا داره شلوغ میشه، چراغونیا داره شروع میشه و آدم لذت میبره وقتی میره تو خیابون. داشتم اینو میگفتم که سال نو یه آدم یه حالت دیگه به خودش دست میده و چراغا رو خاموش میکنن تو آمریکا و خلاصه همه بغل دستیه رو میبوسن و اون فضا. nice. آره خیلی قشنگه. شما این موقعیت رو تجربه کردی؟ نخه. بس بگی؟ آخه من یکی از بهترین سال نوهایی که داشتم، من و دوست صمیمیم با هم نشسته بودیم تو خونه، یه مهمونی بزرگ هم دعوت داشتیم، ولی خب زمان اسباب کشی و اینا بود، من و اون دوستم خیلی خسته بودیم. بعد وقتی کارا تموم شد به دوستم بگشم گفتم که خب پاشیم حاضرشیم دعوت داریم، گفت والا من اصلا نمیتونم تکون بخورم. و اون شب رو با نون و پنیر و چای ما سال نو رو آغاز کردیم و باور کنید یکی از بهترین سال نوی بود که من آغاز کردم. خیلی باحاله. چرا هیچ اشکال نداره، آدم میتونه جلو تلویزیون بشینه، نون و پنیرش هم باشه، چایی هم باشه و سال نو رو هم آغاز کنه. مثلا اینکه کسی که دوست داری در کنار باشه. حالا دوست داری که میگم ایشون خانم بودن، فکر نکنید مثلا دوست داشتن دوستی میگم، نه یعنی دوست. آها آره خلاصه نه، ولی خب اونم میچسبه، اونم کرسی باشه و آره. در امریکا که کرسی نیست، حالا بله در مملکت خودمون شاید. حتی شنیدم که مملکت خودمون حسابی برفی و سرمایی و برف اومده، ولی گفتن داره بارونی قرار شد بشه دیگه، تمام برفا رو کثیف میکنه خیابانا و همه مسائل. ولی
ولی خوبه واسه تازه شدن هوای تهران خیلی لازمه. البته شنیدی که در آلاسکا اینقدر هوا سرده میگن. خدا رو شد. چرا خدا رو شد؟ بخاطر که این قطبه داره کم کم آب میشه، این آب شدنه خراب کار. میگن بادش 85 مای در ساعت اینقدر شدیده، اینقدر خونه ها سقف اومده پایین و مردم اصلا تمام زندگی وایستاده اونجا. آره. و هیچ کیش کاری نمیتونه بکنه. خب این همچی جالب هم نیست، قربونت هم درسته ممکنه یخ ها قرار باشه آب بشه، ولی حالا آب هم شد اشکال نداره، اقلا مردم خونه زندگیشون از دست دادن. قربونت برم توی خدا رو شکر. نه من دیدن خدا رو شکر که داره یعنی برف و این مسئله میشه. الان صحبت سر نستش که میگن دوتا فرضیه مختلفه. یه فرضیه میگه که زمان داره هر روز داغتر و داغتر میشه به نام گلوبال وارمینگ. بله، صحبتش میکنن. از یه طرف دیگه صحبت سر نزدش که نه الان اتفاقا سرما بیشتر دنیا رو خواهد گرفت. حالا بعد دید که آقا کدوم یکی از این حرفا من اتفاق فکر کنم که سرما الان خیلی بیشتر شد، یعنی هر جور که نگاه کنین هوا سردتر شد. اینجا مسخره است. از همه جا مسخره تر این شهره. صبح داغ، شب سرد و این مسخره. این چند هفته قراره یه بارونی بیاد. البته بارون هیچ اشکالی نداره. ما بارون لازم داریم برای اینکه مریضی ها از بین میره. یکم هوا چه خوبه، اینجوری میتونی قشنگ نفس بکشید. بیوتیفول. من آی لوف ایت. آی لوف ایت. خب بریم سراغ این داستانی که آمریکا رو در بر گرفته. چی شده؟ داستان در رابطه با یک مربی تیم فوتبال آمریکاییه. بله. که این مربی به نام آقای جری سنداسکی هستش. بله. جری سنداسکی یه آدمی که بله این همه میشناسنش، سالها دیفنسیو یعنی مربی بخش دفاعی تیم پن استیت بوده. اوکی. تیم دانشگاهی پن استیت که اینجا پورتون رو که نگاه میکنید این مربی اصلی تیمه. بله. یعنی این آدم مربی اصلی تیمه و سنداسکی زیر دست ایشون کار میکرده. صحبت سر این بودش که این باز داره پورتون رو داره نگاه میکنید که میبینید اون علامت پشت سر کوگر اون تیم پن استیت رو هم اون پشت سر میبینید که به چه شکلی عکسش گذاشتن. همین این آقاست. این سنداسکی که میبینید دستبند بیستدن و دارن میبرنش شریف که ببرتش سوار ماشینش کنه. و چرا بگه بعد فوتبال بازی کرده؟ ایشون داستش بوده که بعد از اینکه از تیم میاد بیرون، از پیش همین آقای پورتونا بیادش بیرون، میره و تصمیم میگیره که کوچینگ تیمای دیگه رو انجام بده. آدم دست چپیه صحبتمون. عکسی که داره اینجوری پخش میشه یه قاطی ممکنه مردم بکنن. این که سفید پوشیده. این آقای سنداسکیه. ایشون تصمیم میگیره که غیر از اینکه کوچینگ انجام میده، تابستونا یک کمپ برای بچه‌ها بذاره. باز این عکسو نشون دادن. خواهش می‌کنم فقط عکسای سنداسکی رو نشون بدید. آها، بله. یک کمپ برای بچه ها بذاره. در این کمپ بچه ها این آقایی که ملاحظه می فرمایید ایشون برنامه ریزی میکنه که چیکار بکنه، بیاد و یه سری از این بچه ها رو باهاشون یه خود نزدیکتر رفتار کنه و بچه اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم و همینطور این بچه ها رو باهاشون یه سری رابطه های جنسی برقرار میکرده. الهی زیر گیر همین آقا. بله. و ایشون یکی از مربی ها زمانی که ایشون تو تیم پن استیت هم بوده دیده که ایشون توی اتاق رخکن با یکی از پسرهای دیگه لخت بوده و از پشت پسره رو بغل کرده بوده. یکی دیگه از این مربی ها میره به سرمربی تیم میگه، میگه آقا من همچین چیزی دیدم و این همچین حالتی بوده. سرمربی که همین جا پورتونو هستش که 46 سال مربی هستش این کار انجام نمیده. به خاطر همینم دیروز به خاطر که این آدم میدونسته و کار انجام نداده با اینکه سالها سنداسکی از تیم بیرونه ایشونو بیرونش میکنن و خیلی ناراحتن که آقا این نباید همچی کاری با این میکردید. یادم 82 چند سال است، نباید اینجوری مینداختینش بیرون، به این چه ربطی داشته و از رفا. ولی مدرسه تصمیم میگیره که آقا ایشون باید بره و کل
مربیای تیمو ممکنه عوض بکنم. حالا این آقای سنداسکی که با بچه‌های مسائل انجام میداده و این کمپ بچه‌ها رو داشته، حتی توی مصاحبه وقتی از تیم پن استیت داشته میرفته بیرون، از تیم دانشگاه میرفته بیرون، وقتی باش مصاحبه کرده گفت نه من خیلی با این بچه‌ها خوش میگذره، با هم خیلی رابطه خوبی دارم باهاشون و خیلی مسائل خوبیه. و حتی یه جایی میرسه که یکی از بچه‌هایی که بعداً متوجه میشه که بهش تجاوز شده، یکی از این پسر بچه‌ها به مادرش میگه آره هر چی کوچ سنداسکی از ما بخواد باید انجام بدیم، به کوچ نمیشه گفت نه. و مادر میگه چرا نمیشه گفت؟ گفته خب نمیشه گفت. مادر متوجه نشده هر چی منظور چی بوده، فکر کردی که مثلا میگه هر چی تو فوتبال انجام بده، در صورتی که منظور مسئله دیگه ای بوده و یه رابطه جنسی بوده. خلاصه جیمی سنداسکی رو بابت 8 نفر که اومدن جلو و بیش از 40 نفر که میگن صحبتش هستش، ایشون بیش رو بیش از 40 نفر، بله صحبت از بیش از 40 نفره، ولی 8 نفر اومدن جلو فعلا. الان 8 تا بچه که الان بچه‌شون مثلا 20 سالشه، اوه مای گاد، در 15 سالگی مثلا این اتفاق بهش افتاده، این اومده جلو و الان تیم پن استیت و دانشگاه پن استیت اصلا به هم ریخته و تمام اون شهر الان زیر سوال رفته که حالا این چرا آدم با یک مربی اصیل بیرون کردی، اطمینانی بچه‌شو میفرسته کم. همین مسئله بودش که گویان برای اولین بار شما وقتی نگاه می‌کنید دیروز آقای ملن یکی از مربیای معروف گذشته، خودش یکی از بازیکن‌های فوتبال که الان مرجی تلویزیونی هستش، مطمئنن اومدش تو تلویزیون و داشت حرف میزد گریه کرد. خب معلومه آدم و گفتش که این زندگی ماست، این درست نیستش، این کاری که کرده. و بعد از خود بی خود شد گفت من الان بعد این دیگه دست من بود، من باش میدرسم چطوری رفتار کنم. و بعد یه دفعه گفت البته کار درستی نیست، بسید تو گوشش کدن آقا چی داری میگی؟ خب کار درستی نیست و بعد قانون انجام بده. نه واقعا باید قانون انجام بده، ولی اگر من مادر اون بچه ها بودم واقعا این تیکه تیکه میکرد. خب الان مثل که باز دوباره یه چیزی مشابه این در ایران هم به وجود اومده. خب میخواید نه درباره زیاد صحبت نمی کنم، یه چیزی تشابه همین مسئله در میون یکی از ورزشکارها، یکی از مربیه ورزشی و چند تا ورزشکارم تو ایران به وجود اومده که اونم الان سر صدای زیادی به راه افتاده، ولی در واقع مثل آمریکا نیستش که به این صورت همه چیز باز بشه و به این شکل و فرم نشون داده بشه. برای همینم بیشتر مسائل رو ما در ایران سرپوش می‌ذاریم. اجازه بدیم بعد از آگهی شما، من سوال دارم چه شما حرف می‌زنید، من سوالا یادم میاد، بریم آگهی برگردیم. من اینجا یادداشت